تا که نینی آباد از آباد باشه و دو جاران باشه او که کنم ها کمک میکنه خدا صحیح کرده از خوبه یا که من نیسته که من جالا دسته که هم ککرک شه پنشتا نان ببرو میرو میخره نان باز یک چند روپه بسید مانا یک ده روپه بسید روپه دریشان میسوزا میتا بازا مرو نان میگیرم این بارون دست خانه یک وقت سیر یک وقت گشنم نه پدر دارم، یک بیادر دارم، پاش قطع است که دیگهش دیوانه است، یک مادری بر جامانده دارم خود من بسته از به بدن خود از دست دادم غیر از خدا هیچ کسی کوی ندارم و کسی که کمک روان کده خداوند خیرش بده و خیر ببینه تشکر زنده باشه خداوند اینا را اجر پاداش عظیم برشان داشته باشه الهی پروردگار اینا را کامیاب داشته باشه که هر هم وطن ما، هر هم کشور ما امیر اقا مسلمی همشهره ما که در افغانستان کمک کردن در ملت افغانستان کمک کردن ما آرزو داریم دیگر مردم و دیگر هموطنان ما همین قسم مسلمی همشهره ما به هموطنان خود خدمت و همکاری بکنن من نانوار کسی نیست؟ یک مرد که معیوب دارم چهار تا دختر در مخانه خلاصن خود نانوار هستم کل علم بنام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام نازنینایم آرزو میکنم که هر باشین جور سر حال باشین دور از گزند روزگار باشین لباس عافیت بر تن داشته باشین بازم من فرناز غلامی در خدمت شما با یک از برنامه های دیگر کمکی هستم جا داره که از خواهر مهربان ما و وطن دوست ما مزلفه جان از جرمنی 3000 پول به ما ارسال کرده که ما با همکاری و یاری اوزه چهارم امنیتی به کسایی که نیازمند و مستحق است توزیع میکنیم و تشکر میکنم از خواهر مهربان ما و یادآور میشم که هموطنان ما که بیرون از افغانستان هستن میتونن کمک و یاری کنن هموطنان ما به افغانستان هستن واقعا مشکلات اقتصادی بسیار دارن بیشترشان به اثر گرسنگی جانهای شیرینشان از دست میده شماره واتساپ روی اسکرین های تلفنتون هست میتونین با دفتر تماس بگیرین ما کمک های شما را به کسی میرسانیم که واقعا نیازمند هست و در پلوی من مولای صاحب هست از چهارم میخوام امروزشان صحبت ها را ادامه بدم مولای صاحب سلام علیکم سنگی الحمدلله شکر به فضل خدای تعالی احسان به تون خدی فضل خدای شکر تاسو څنګه سي خیاس کارمندان ټول ملګری خدای خپل خیاس شکر بخیر باشین تشکر مولای صاحب نوم شهیده زمانم قاری احمد فیاض د کندوز ولایت خانابات ولسوالی وسیدم کیم دلته په سلری میوزی کې په سیاد د امیر د تعمیراتو د وظیفه اجرا کوم وای سمره وو مولای صاحب خواهر ما 3000 پول ارسال کردن که 1000 افغانیش کرای موتر ما شد و 29000 افغانی دیگهش به کسایی که مولای صاحب نیازمند است به این کار خیر ما سهیم شویم توزیع کنیم خداوند اینا را اجر پاداش عظیم برشان داشته باشه الهی پروردگار اینا را کامیاب داشته باشه که هر هم وطن ما هر هم کشور ما امیر اقا مسلمی همشهره ما که در افغانستان کمک کردن در ملت افغانستان کمک کردن ما آرزو داریم دیگر مردم و دیگر هموطنان ما همین قسم مسلمی همشهره ما به هموطنان خود خدمت و همکاری بکنن مولای صاحب دیگه ما و شما صحبت های ما ادامه داره بریم دیگه به کار خیر یکم عجله کنیم که ما هم به خیر سهیم شویم انشاءالله بریم دیگه انشاءالله ما باش پیش از اینکه بریم پیسه رو بر شما بتون که توزیع کنیم این مولای صاحب 29000 افغانی است که 1000 افغانیش بازم یادآور میشم که کرای موتر ما شد بریم توزیع کنیم بسم الله گفته بریم خوبی سای مارکیت است دیگه مولای صاحب این سای چارای گل سرخ است خب مولای صاحب اینجا هم پدر جان ما هست السلام علیکم حاج بابا جور هستین بخیر هستین خوب هستین پدر جان چی حال دارین بخیر هستین شکر فرض نامتان پدر جان نام محمد سلیم چیکار میکنی پدر جان این می کراچی در دست ما در مارکت میریم در مارکت کار نمیفهم از جمع بایم در ربای سرکا کدام تا با امید خدا یک چیز کمک معاونتی بکنم کار کردی؟ از صبح در رپام کار نکردیم در سلاف نکردیم چای صبح هم نخوریم چای صبح هم نخوریم پدر جان ما یک توفه کوچک تقدیمتان میکنیم که بنان چاشتان یا بخانه هم چیز ببرین بشه خیر ببین فقط دعا کنین به کسی کمک با چشو مولای صاحب کسی که کمک کرده در آنها دعا بکنین و شما را انشاءالله یه قدر چیزی هم نیستن که ما
کمک بزرگ بکنیم، یعنی یک کمکی هست، یک تحفه اینا چیزی اینا شما قبول بکنین و دعا بکنین. یعنی می تحفه تان است، شما دعا داشته باشین. دعا بکنیم. بخیر باشین فدا جون. تشکر قربانتان. خیرتان بتا. بخیر باشین سلامت. و مولای صاحب دیگه ما و شما هم پیشتر بریم که وطنان ما که واقعا نیازمند است، را به دنبال از اونا باشیم که واقعا مستقر می باشن. امی جگ آج بابا نشست کرده، موی سفید هم هستن، بریم با همراه اونا یک پرسان بکنیم که چی میگن. وقت دارم و هفته ها یه رقم به چورت هست و فکر شاید مشکلات اقتصادی زیاد داشته باشد و فکر رفته دیگه. بله ها، امکان داره که مسلمان کار نکده باشه یا چیزی پیدا نکده باشه. خادری همی رقم یک متعجب خو میشه دقل بود دو فی کوچک. بله ها. سلام علیکم پدر جان، خوب هستی؟ بخیر. خوب هستین پدر جان؟ خیریت هست قرار دارین انشالله. شکر فضل خدا. شکر پدر جان چطور اینجا شیشتی؟ شکر خدا چود رفته اینجا چود رفته من که بارش پیسی های چار تانان برابر شده بریم شد. دست لاف هم نکردین دیگه؟ نه ولی دار پدر دیدا. دانه چقدر کار میکنین؟ کار کده باشی کار هم نکردین. خب خیر، خداوند مهربان است، پناه به خداوند متعال. ما هم یک چیز ناچیز برتان تحفه تقدیم میکنیم، فقط دعا کنین که به کس پول کمک کنه. میگم اگر تا که دنیا بات است همه تا آرام باشین، سرفراز باشه، زنده باشه. شما کمک میکنه خدا صاحب کده شما کمک. مولای صاحب بابا جان یک تحفه را گمشری ما از کشور جرمنی در مزدلفه جان روان کرده به خاطر هموطنانش، شما یک تحفه ناچیز شما قبول بکنین و دعاگوی آنها باشین. تاکه نیا با تصابات باشه و دو جاران باشه و که کدما کمک میکنه خدا صاحب کده از کمک. یعنی تحفه شما است، شما دعاگوی باشین یا خداوند شما را کمک. بخیر باشین. بخیر باشین. قربانتان پدر جان. خیر ببینین. سلامت باشین. قربانتان. و مولای صاحب ما و شما هم کم کم پیشتر بریم، با دنبال کسی باشین که واقعا نیازمند است، یا هم نانوار به خانه نداشته باشه، کسی باشه که واقعا نیازمند باشه. بله اما ما آن نفرا را سعی میکنیم، کسان را سعی میکنیم که آنها نیازمند باشه و برشان یک چیزی کمک شوه که در خانه یک نان و به خاطر خانه یک چای و چیز بگیرن. در خانه خوب بتونه یک شبشان به درستی و دل جمع غزان و شجان کنه چیزی به خانه ببره. بله هم به خاطر همین ما هم برآمدیم که یک نفرای مستحق برابر شود و آنها دوست رس شود. مولای صاحب خب ما باش که صاحب کمکی هست، ما یکم سوالات طرف حوزه بریم، یکان سوالات داشته باشم. یک قضیه که ساعتای 9 یا 10 شب که رخ میده اون در بعدی شب اون قضیه بررسی میکنین یا انجام میدین یا فرداش یا پس فرداش؟ سعی میکنیم که بخش عاجل باشه اون را امو وقت ساعت 10 بجه شب باشه یا ساعت 12 بجه شب باشه ساعت 1 بجه شب باشه اون اجرا میکنیم، و کدامش که مثلا عاجل نیستن اونا را باز میتونیم که برشان بگیم که صبح ساعت 8 بجه حاضر شوند. 12 دیگه وقتی که شب نو وقت تر میشه دیگه نمیشه. بله ها، اگر عاجل باشه مثلا عاجل‌تر باشه یا حساب دزدی باشه یا دیگه اختطاف باشه چیزا باشد امو وقت ما میتونیم که برویم. خب دیگه امو وقت مولای صاحب به امی وقتا دیگه مشکلات اقتصادی مردم زیاد شده، بیشترشون آنور خانه ندارن، و چی گفتنی داریم به امی کسایی که آنور خانه ندارن، وضعیتشان خوب نیست؟ اینا را ما گفتنی داریم که تا امروز کشورهای غربی با همراهی افغانستان چی کردن؟ هیچ خدمتی نکردن، و حالی که امارت آمده الحمدلله مردم که مثلا اگر بر هر صورت که حالی اینا چیزی ندارن که در خانه مثلا نان پیدا بکنن یا کار بار نیست، انشالله خوب میشه. بخشی هست که امارت هم در کارش روان است، انشالله کارها را ادامه دادن که این بحران اقتصادی هم تمام شد. Thank you.
خب دوستای عزیز، ما شما دیدیم که به کلوله پشته آمدیم، چون قسمت بسیار بیروبار و ازدهام هموطنان ما بیشتر شدن، بیروبار زیاد شد. ما به دنبال کسی هستیم که واقعا نیازمند است، نیازمند میباشه و اینجا هم مادر جان ما هست، همشون صحبت بکنیم. آم مادر جان ما نمیبینیم که. سلام علیکم مادر جان، خوب هستین؟ خوب هستم. چی حال دارید؟ بخیر هستین؟ هستم بچه جان، نمی روز بدبختی هستم گل مادر. چی میکنید ششته مادر جان؟ ششته بخیر میخوام بچه گل ما. پلاستیکی چی هست مادر؟ پلاستیکی هست که نرمان کدام اگه بده بودش میبرم. بچه جوان بخواه ندارم؟ ندارم، نه. یک بابی ما شوار ما هست 85 ساله، این نمیتونه سرگردان هستم، یک دخترکم بیوه هست، خط یک دختریش هیچ کس سنمسه نکمی که کمک ها شده، اما که چیزا شده. ای با خدا بچه جان، اگه ما اگه روغان دیده باشم یک چیز دیده باشم دستکم یخ میکنه، میایی منم اینجا چی تو کن، یک پنج تا نور پیدا میکنم میخردم بچه ها از اینا در پک پیدا کن. مادر جان گریه نکنین، خدا مهربان است، دعا کنین که افغانستان وضعیتش خوب شوه، انشالله همه کارا جور میشه. نیکاز دم بیچاره چیز نکده، هیچ چیز نکده، کس نداده. این دختره که من خط بیوه، خط دختریش گشنه هم سایه نان میاره، او هم غریب بگلو نیشان تا نمیره دم همیتر. آی جان مادر چیکنم، از این کنم موتر بزنم بمورم، ما خدا بمورم، ما چی جان بمورم، از این کنم مردنم خوب از نیکی رقمه، خدا مرگ نمیده دیدنی ما نمیده. خدا نکنه شما به ما مادر هستین، ما هم یک چیز کوچک بر شما تقدیم میکنیم، یک تحفه است که دقل بتونین به خانه یک مصرف تانه به پیش ببریم. اینقدر دعا کنیم دعا ما کار برتان بچین سال سفید اوتاد سالت شدی محقی من نیسته که من دفرک پیشی نبگردم، یک من نیسته که من اینجا را دستکوام ککرک شد پنج تا نان ببرم، میرو میخره نان باز یک چند روپه بسید، مانا یک ده روپه بسید، با دلشان میسوزم میتبازم، مانا نان میگیرو میبارم در خانه، یک وقت سیر یک وقت گشنه بیوا بیچاره دختری قد دختری بابی ما اشتاد دیسا اشتاد پنج ساله او در جای افتی دگی اریاه میمانو. منو به خداوند گریان نکنین، ما هم یک توفیه کوچک به شما تقدیم میکنیم. مولای صاحب مادر جان تخفره که همسری ما روان کرد، شما دعاگوی آنها باشین و همه مادنان ما خداوند توفیق برشان نصیب بکنه که با همراه هم کسایی که مستحق است با همراه هم کمک بکنن، یعنی تحفهش آنها هستن، قبول بکنیم و دعاگوی آنها باشین. قربان بشین، یک دعا که میرم خانه باز نمیم تا میره قرض نکنم، دام خدا را مگرم. تشکر مادر جان، خدا خدا حافظتان. سلام علیکم، تشکر زنده باشه. خواهرم اینجا یک زرگ یک ماکس و قلم و ازمی اسفنجا سودا میکنم، غریب کار هستم، یک فامیل 8 نفر نانخور دارم دیگه، غیر از خدا دیگه هیچ کسی کوی ندارم. شما کار میکنین نانوار دیگه خودتون؟ بله خودم هستم، مایم هم هستم، دم انتحاری که اوگار شدم بس عوض بی بدن خود از دستم دادیم، یک 3 سال میشه که اوگار شدیم. پناه بخواند مهربان برادر، ما هم یک کوچه یک توفک یک توفی کوچک به شما تقدیم میکنیم. تشکر، خیر ببینید خداوند دعا کنین که به کسی که پول روان خداوند به دربارش قبول کنه که دهی شرای دهی وقت که دست خار و غریب و بیچاره رو میگیره، خداوند قبول کنه که یگانه امید ارمان منمیاره تحصیلش است که درس بخونه، یک چیز را یاد بگیره دیگه. خدا شاهد است که سیاسر من مریض است، در خانه هفتگی است، نه پدر دارم، یک برادر دارم، پاش قطع است که دیگهش دیوانه است، یک مادری بر جا مانده دارم، خود من بسته عضو بدن خود از دست دادم، غیر از خدا هیچ کسی کوی ندارم و کسی که ای کمک روان کده خداوند خیرش بده و خیر ببینه. تشکر زنده باشین برادر، سلامت باشین. مولای صاحب 1000 افغانی برشان تقدیم کنیم. خداوند شما را هم شفای کامل برتان نصیب بکنه، کسی که روان کده دوانها دعاگوی باشین و خدا کنه که همه هموطنان ما برای کسایی که نیازمندن با آنها کمک می خواهر ما کمک کنند. برادر بخیر باشین، دعایتان را مقبول، خداوند به دربارش قبول کنه. تشکر زنده قربانتان، سلامت باشین. مولوی صاحب چون اینجا هم بیروبار بیشتر شد، ما و شما یکم متنفریم، بیروبار میشه
دیگه تشخیص نمیشه که کدامش نیازمندتر میباشه گدوادی نشه. سعی از ما هم پشتی همون کسانی که نیازمند هستن پشت اونها میگردیم که و یک نیازمند پیدا بکنیم آخر ما هم صحیح باشه و همشهره ما که مثلا روان کرده به خاطر آنها به خاطر دعای آنها اینا برای آنها دعا بکنه و دعایشان قبول شون. کسانی هستن که مثلا آنها ضرورت هم ندارن مثلا محتاج هم نیستن میام میگه که با همراه ما کمک شون. سلام علیکم پدر جان، خوب هستین؟ حاضرین ان شاء الله. کجا میرفتین پدر؟ ما برای ما که طرف کار رو نمیتون بیا میگردم طرف کار میرفتین؟ کار کردین؟ اینجا رو بکردین چای صبح خوردین یا نه؟ نه پدر جان، یک چیز ناچیز مولای صاحب برتان تقدیم میکنه، فقط دعا کنین که به کسی که کمک کرده پول خیلی خواهی تو بود خیلی اینا امشره ما از کشور جرمنی با نامشان مزدلفه جان کمک کرده با همراه هموطنانشان، شما دعاگوی آنها باشین. امید چیزی که ناچیزی که در شما تحفه داده اینا را قبول بکنید و دعاگوش باشین، یعنی می تحفه تان است. خدا به خیر گیرش کرد قربانتان. مولای صاحب اینجا هم هستن. سلام علیکم پدر جان، بخیر هستید؟ چی حال دارین؟ از کجا اومدین پدر جان؟ من از مارکت اومدم. مارکت؟ خب با یکرو چی انتخاب میتین؟ هر چی باری پیدا شود. خب با می هوای سرد اومدم. من بله. نانوار خونه خونه دارید کسی؟ نه نه خودم هست. نه نفر هستم خودم نانواره. خب پناه به خداوند متعال. مولای صاحب پول برچان تقدیم کنین؟ انمی پول تحفه را یک همشهره ما روان کرده. شما چیزی که هست شما دعا گوی آنها باشین. قبول کن. زنده باش. بخیر. سلامت باشین. و اینجا هم مادر جان ما هستن. سلام علیکم مادر جان. سلام علیکم. خوب هست جانت جورس بخیر. خیر هستن مادر جان. شکر. مادر جان به پلاستیکتون چی هست؟ یه چیز خالی است خوار جان. خالی است؟ خانه می بردین؟ آه. بس وقت به نظرم. آه چیزی نداریم بایدش کردن چیزی نداریم. خانه کجا هست؟ خانه من کوتل است. کوتل اینجا آمدین؟ آه بله اینجا آمدیم. مادر جان خیلی پیش از این من هم وقتتان نمیگیرم، مولای صاحب پول برشان تقدیم کنین؟ انمی پول همشهره ما از کشور جرمنی مزدلفه جان روان کرده به همراه هموطن برای هموطنانشان، شما اینا به تحفیتان قبول بکنیم و دعاگوی آنها باشین. یک دعایتان به ما بکنه. خیر بیادر جان، از ملا صاحبه هم خوش هستیم و دایم باشم یا خوب است بر ما. خیلی. سلامت باشن قربانتان و مولای صاحب ما هم پیشتر بریم دیگه کسی را یافت کنیم که نیازمند و مستحق باشه دیگر. بله ما پشتی همو کسانی که مستحق هستن پشتی آنها میگردیم که پیسه را برشان بدیم که اینا روزگار شده پیش ببرن. حداقل یک شبشان یا روزشان به خوبی سپری کنه. مولای صاحب چطور از شما هم رخصتی دارین ندارین؟ بعد کندوز گفتین اگر اشتباه نکنم جای خانه تان است. بله آمو در چقدر وقت میرین؟ روزای جمعه رخصتی هست نیست یا همیشه در وظیفه میباشین به کار میباشین؟ در وظیفه هم میباشیم، رخصتی میریم، خانه میریم، هر وقت که مثلا چند روز بعد؟ این معلومات نیست، هر وقت که تب دل ما شد اجازه میگیریم میریم. بله آن بسیار خوبه دیگه، فامیلا هم به اونجا هست؟ بله آن، الحمدلله فامیلا همشان کندوز هست. چطور؟ کابل نیستن؟ نه کابل نیستن، در کندوز هستن. از کابل تا اونجا میرین هم برتان یک تفریح میشم، یک سیاحت سادستان هم تیر میشم، دیدار فامیل هم میکنین دوباره هم میاین به وظیفه تا؟ بله هم میریم در خانه مثلا یک هفته یا پنج روز شش روز تیر میکنیم، بس پس میریم به طرف وظیفه. و اینجا هم پدرهای ما هست، اول پیش اینا میریم امروشن صحبت میکنیم. سلام علیکم. خوب هست جان جان؟ حتما هست. شاگرد هست. چی مفروشین کاکو؟ من خستگاک مفروشم. اینا رو چندی مفروشین؟ بدار یوم درپا یوم درپا؟ کلش دار. بدر جان خیلی ما برد یک چیزی که کوچک تقدیم میکنیم، فقط دعای شما به ما بکار است. سهیز تشکر. دعای شما به ما بکار است. سهیز خیلی. آلای سهیب. پول تقدیمشان کنیم؟ یعنی پول تحفه را یک همشهره ما از کشور جرمنی روان کرده، شما چیزی که هست این شما اینا قبول بکنیم و دعاگوی آنها همشهره ما باشیم. مولای صاحب 500 افغانی دیگه هم برشان بدیم، چون کراچی دارن یکم یک چیزی میشه که اضافه تر به کراچیشان بفروشن. بخیر باشین پدر جان، دعایتان بکنید. بخیر بخیر باشین. سلامت باشید. Thank you.
اینجا هم یه خورک ما شیشته بود پالوشی میکنه یا هم رنگ میکنه. سلام خورکم، خوب هستی؟ آه بخیر هستی؟ نامک چی هست؟ سارا. سارا جان، دسته کنی چی شده؟ یک رقم دانه گرفته. دانه گرفته؟ دکتر نرفتی؟ پیسه نداری. نانوار خانه جز خودت کسی دیگه همه؟ پدر مام است، او تکر کرده دست شوگار است، نمیتونه کار کرده. بیادرایت کجاست؟ بیادر یک تا دارم و زیاد خورده است. کار دیگه کار میکنی دیگه؟ آه افتخار میکنیم که خوارک مامتو شجاع هست، کار میکنه. امروز دستلاف کردی نکردی چطور؟ طالب خدا هیچ یک دیم دستلاف نکردی. نه چطوری کن پلک سر پاید گرفتی؟ خونک میخوری؟ آه خونک میخوری. روزای برف چطور میکنی؟ روزای برف میایم اینجا گتی اگون چیز رو میکنم باز میشنم. آفرینم تو، کار کو شجاع باش. ما هم یک دفعه کوچک بر تقدیم میکنیم، فقط دعا کو و پلک بردادیم به خانه ببر. درست است؟ مولای صاحب، خداوند شما را همیشه می رقم کم کامیاب داشته باشه که به خاطر فامیلتان خدمت بکنین و کار بکنین که یک چیزی پیدا بکنین که فامیلتان همین روزگارتان تیر شوه. و این می توفره که همشهری ما روان کرده، شما دعاگوی آنها باشین و خداوند از خداوند متعال این خواهانیم که همیشه شما سرفراز داشته باشین. این می توفره است. یک پنج تلفنی دیگم باشه. این شجاست. تشکر. دو خورک خداوند خیر ببینی. بخیر بشی خورک مقبولم. مولای صاحب میجه هم مادر جان خود رو تاش دم اختیار بین سرک دو با قرآن شیستم نیم پاگه وقت نمازین چی میکنی بین سرک شیستم؟ بین سرک داشتم اگه مسلمان اگان دهی بسی بیتم اگم مشتوکا ده مشتوک دارم مادر جان نمیجا تقسیم کنم میگم نون نمناده با قرآن اگم. شوهرتون کجاست؟ بچه کلانتون کجاست؟ من بچه کلان ندارم، یک دختر دارم، نمجه قلم فروشی میکنم، مردکم نمجه این رنگ مولی میکنه. و خدا دعوش تو کد مادر جان بسخی جان اگه گفتم بیا خانه کجاست؟ روپیه یا سی روپیه میبرم نمیونو خرده نمیتونم مادر. خانه کجاست مادر؟ خانه این اینجاست. کرایست؟ ها کرایی. کرایش پورا کده میتونید؟ نه خاله جان به خدا اگه بتانو مینه. خیر مادر جان، پناه به خدا، ما هم یک دفعه کوچک تقدیم شما میکنیم، فقط شما دعا کنین به کسی که پول کمک کرده. خیر ببینین، خدای بنده پشت و پناه تانده باشه، خدا جان پیش رو همیشه وا باشه، خدا زبان و دراز باشه مادر جان، خدا مهربان. مولای صاحب تقدیمشان کنیم پول؟ یعنی تحفه است مادر جان، کسی که روان کرده تحفه را شما دعاگوی آنها باشین و خداوند شما را کامیاب داشته باشه. خیر ببینی، خدا که پیش رو همیشه و باشه، خدا کریم بخیر باشین. مولای صاحب ما شما هم پیشتر بریم. مولای صاحب اینجا هم یک مادر ما یک پدر ما شیشته در وسط همین گلدان شیشته پیاز و کچالو ترکاری مفروشه. واقعا در این سن سال لازم نیست که اینا کار کنن. خب مشکلات از زندگی است. والا بسیار مشکل است که بابه ما یا همین مادر ما به این سن سال آمده اینجا. اگه این وقت کار کردنشان هم نیست، خداوند اینا را. سلام علیکم پدر جان. و علیکم سلام، فضل خدا بخیر، سلامت باشین. چی میکنین پدر جان؟ جشتین چی بفروشین؟ همون دارم کار غریبی میکنین. امی زردک و پیاز کچولو چیزا رو؟ بله بله بله، پیاز زردک کچولو به خاطر نفقه و بایال شب پیدا شد. پلاستیک پیاز چند شده؟ پلاستیک پیاز 50 روپیه پیش. بله. از چی وقت اینجا هستین؟ هیچ مدت یک ماه میشه. بله. باز چند روز اینجا میاین؟ چند صبح میاین؟ اینجا دیگه 6 صبح میاین، بگه تا هفته بیگاه میباشیم. باز 6 صبح خوب بسیار هوا سرد میباشه، خونک نمیخواد؟ چون کنیم دیگه مجبوری مکلف هستیم، باید نفقه باید خود پیدا کنیم. نانوار خونه کسی ندارین؟ نانوار خونه دیگه کسی کلان نیست. خورده هستن؟ بله بله بله. خونه کجاست؟ خونه در بادام باغ است. پدر جان ما هم یک دفعه کوچک ناچیز تقدیم شما میکنیم، فقط دعای شما با ما بکار است که دعا کنین به کسی که پول کمک کرده. خیلی ببینید، خیلی ببینید، تشکر داشته باشید. آجی صاحب محترم، شما دعاگوی کسانی باشین که اینا کمک میکنن به همراه ملت مظلوم افغانستان و این تحفه برای شما داده میشه، شما دعاگوی آنها باشین. بخیر باشید. قربانتان. و مولای صاحب اینجا هم مادر جان ما هستن، در این سال اینا کار میکنن، واقعا که مشکل است، مشکلات خدا داره. رنجیده است که این مادر ما اینجا کار میکنن و پدار ما ریزیم و مادرهای ما که در این سال قسم ترکاری میفروشن و بار اول از این واقعا که
بسیار جگرخون میشین. سلام علیکم مادر جان. مادر جان خوب هستی؟ جان تان چرا شکر شال دارین بخیر هستین؟ شکر هستم مادر. میدم خونه کایوان این یک لقمه نان است کار پیدا میکنم خلاص مادر جان. چطور که شما ترکاری میفروشین به خانه نانوار کسی نیست؟ یک مرد که معیوب دارم، چهار تا دختر دارم خانه، خلاص خود نانوار هستم. کلی این میجاست ما بازی دیگه. شما به فروش میرید؟ با شکم پیسه لقمه نان میبرای دیگه. خانه کجاست مادر؟ خانه دالمان دور نیست. مجبور دم چرا میاد موتری آف میشه دیگره که میرید؟ خیلی آف نیست. ده در پمیت ما کرا کرا ده در پمیت. خانه کراست؟ خانه کراست مادر جان. چند نفر هستین به خانه؟ پنج نفر. یک مرد که مست چار دوست بنا به خداوند. مادر جان ما هم یک چیز ناچیز به تقدیم شما میکنیم. ایش ببینیم مادر جان. خدا بنا فن از مادر خداوند شما را کمک کنه. خدا جان خدا امرای شما باشه مادر که سلامت باشید. مادر جان تحفره که کسی روان کده برای شما، شما دعاگوی آنها باشین و خداوند از خداوند منان میخواییم که همیشه هم وطنان ما برای مظلومان این وطن ما خدمت بکنن و این تحفه است. میتونید شما یک ترکاری اینجا هم بگیرید بیشتر کارتان خوبتر شما مادر جان؟ میتونین گفتم چیزی بگیرین به ترکاری بفروشین بیشتر شد. مادر جان نا خیلی ببینین میده ترکاری وایتان جان جور بته. خدا سرفراز باشین. خدا موفق باشین. قربانتان. بله عزیزان دل رسیدیم بعد دقایق آخر برنامه. شما دیدین که ما پولا به کسایی که نیازمند و مستحق بود با همکاری اوزه چارم مولای صاحب توزیع کردیم پولا و رسیدیم بعد دقایق آخر برنامه. و باز هم تشکر میکنم از خواهر ما مصطفی جان از جرمنی که 3000 افغانی پول به ما ارسال کردن که 1000 افغانی کرایه موتر ما شد و 29000 افغانی دیگرش با همکاری مولای صاحب اوزه چار به کسایی که مستحق نیازمند بود. شما بیننده بودین که ما پولا توزیع کردیم و تشکر میکنم از خواهر دلسوز و مهربان ما و دوستا که بیرون از افغانستان هستن واسه توانشان پوره هست میتونن کمک کنن. شما روی واتساپ روی اسکرین های تلفنتون هست میتونن با دفتر تماس بگیرید. ما کمک های شما را به کسی میرسانیم که واقعا نیازمند هست و بازم تشکر میکنم از این خواهر ما و مولای صاحب. از شما هم بسیار بسیار زیاد تشکر کردم که قسمت با ما همکاری داشتین و همکار بودین. از شما همچنان ما تشکر میکنیم و یک جان سپاس که شما اومدین با مردم ملت مظلوم ملت افغانستان شما کمک کردین. خصوصا همشهری ما مصطفی جان که از کشور جرمنی کمک کردن با مردم مظلوم ملت افغانستان. ما خواهانیم که همیشه خداوند آنها را سرفراز و کامیاب داشته باشه و بعدا ما از هر هموطنانی که وست توانشان پوره هستن همی رقم مثل همی همشهری ما که کمک کردن با مردم مظلوم ملت افغانستان همچنان همی رقم کمک بکنن و از الله متعال میخوایم که آنها را خداوند سرفراز کامیاب داشته باشه. همین و چی گفتنی دارین به هموطنان ما؟ به هموطنان ما گفتنی داریم که به جوانان و مسافران و مایده بچه و طفلای وطن ما مای گفتنی را داریم که اینا تشویش نکنن. انشالله افغانستان از این حالت تا همیشه در این حالت بحران اقتصادی باقی نمیمانند. انشالله از این حالت میبرند و افغانستان ما آباد میشه. انشالله با امید آبادی وطن ما. بازم بسیار زیاد تشکر از همکاری کمک شما. بخیر باشین. از شما همچنان زنده باشین. سلام علیکم. زنده و سلامت باشین. بله عزیزان دل رسیدیم به قسمت آخر برنامه. صحبت های مولوی صاحب با هم داشتیم. این بود برنامه امروز ما که کمکی امروز ثبت کردم. تا گزارشات بعدی برنامه های بعدی شما را بالای بنیاز میسپارم و همچنان فراموشم نشه که کانال یوتیوب خودنا هدیه میدیا را لایک کامنت شیر و سابسکرایب کنین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.